یا به انگلیس و نمیدونم کشورهای دیگه در اروپا. نجات شما فقط در زن گرفتن یا شوهر کردن نیست، هرچند که بسیار کار خوبیه و خواست خداوند هست که شما ازدواج بکنید، ولی نه به این معنی که شما زودتر ازدواج بکنید که به قول معروف فقط احساس امنیت بکنید. نه، ازدواج چیز خوبیه اگر از روی عشق و محبت باشه و خواست خداوند درش باشه، ولی این چیزها، چیزهای دنیوی شما رو نمیتونه نجات بده. کسانی بودن که شیش رسول که فکر میکردن اگر پامون از ایران خارج بشه ما نجات پیدا میکنیم، که مطمئنم شما شاهد هستید، خودتون تجربه کردید و تجربه هزاران نفر دیگه که وقتی از ایران خارج شدن با چه بدبختی های مواجه شدن و از چه راه هایی باید اون خیلی هاشون دوباره برگشتن به ایران چون نمیتونستن تحمل بکنن. نجات فقط در این نیستش که شما زودتر از ایران خارج بشی یا زودتر شوهر کنی یا زودتر بلیت لاتاری ببری. اول شما بالاترین چیزی که در زندگی احتیاج داری وجود و حضور روح مقدس خداوند و ازش بخواید که خداوند خودش دخالت بکنه. آمین. و شما رو در زندگی راهنمایی بکنه. امروز قبل از اینکه این برنامه تموم بشه میخوام از کشیش رسول خواهش بکنم که برای ایرانمون دعا بکنید، برای نجات ایران دعا بکنید و خود من هم دعای گناهکار رو براتون میخونم. برای شما عزیزانی که میخواید مسیح رو به قلبتون دعوت بکنید و گفتم حتی کلام خداوند میگه که هیچ کس نمیتواند بگوید عیسی خداوند است مگر با هدایت روح القدس. بنابراین ما از شما انتظار نداریم که اول بگید عیسی خداوند است یا عیسی پسر خداست و بگیم اوکی دعای شما قبوله. نه، شما خیلی راحت عزیزان اول به گناهان خودتون اعتراف بکنید نزد خداوند، مسیح رو به قلبتون دعوت بکنید، به خونی که روی صلیب براتون ریخت ایمان بیارید. آمین آمین. اون موقع مطابق با کلام خدا میتونید مطمئن باشید که نجات دارید. من الان این دعای گناهکار رو براتون میخونم. یا شما عزیزانی که میخواید به گناهان خودتون اعتراف بکنید و مسیح رو به قلبتون دعوت بکنید، این دعای ساده رو بعد از من تکرار بکنید و بعد از کشیش رسول خواهش خواهم کرد که برای نجات ایران دعا بکنند، برای مردم ایران دعا بکنند. عزیزانی که واقعا با شهامت میرن تو خیابونا یا راجبه نارضایتی هاشون صحبت میکنن. دعا میکنیم برای ایران و ایرانی. نظر شما چیه برادر؟ عالیه، بفهم خواهش می‌کنم. اگر میخواید مسیح رو قبول بکنید به قلبتون، این دعای ساده رو بعد از من تکرار بکنید. بگید ای خداوند، من میدونم که گناهکارم، من در این لحظه به همه گناهان خودم اعتراف میکنم، چه اونهایی که دونسته انجام دادم یا اونهایی که ندونسته مرتکب شدم. بگید ای عیسی، من ایمان دارم که تو برای گناهان من روی صلیب جان دادی و در روز سوم پس از مرگت با قدرت روح خدا از قبر زنده بیرون اومدی. به قلب من وارد شو، گناهان منو ببخش و کنترل و رهبری زندگی منو از این لحظه به بعد به عهده بگیر. آمین. تو رو شکر میکنم ای خداوند و اینها رو به نام مقدس عیسی مسیح از تو میطلبم. آمین. اگر این دعای ساده رو بعد از من تکرار کردید با من تماس بگیرید، اگر احتیاج به انجیل دارید یا مطالب دیگه کتاب بگیرید تماس بگیرید، با کمال میل براتون خواهم فرستاد. و سه دقیقه بیشتر باقی نمونده که کشیش رسول عزیز اگر لطف کنید برای نجات ایران و مردم ایران یه دعایی بکنید. کلام خداوند اعلام میکنه که خداوند بی انصاف نیست که خادم خود را فراموش کنه. فراموش نکن که یک روزی خداوند از ایرانی ها و کوروش استفاده کرد. وقتی میگیم کوروش یعنی از تمام ایرانی ها استفاده کرد برای رهایی نه تنها قوم اسرائیل، بلکه قوانینی که کوروش داد برای رهایی تمام ملت ها بود.
امروز ما نیز میتونیم متوسل به یهوه خدای حقیقی خودمون بشیم و از اون نیز بتویم برای آزادی من بشیم. هللویا پدر آسمانی، هللویا مسیح خداوندم. حقیقتا ممنون شکرگزار هستیم برای این فرصتی که به ما دادی تا نام تو رو جلال بدیم ای خدای قدوس. تو رو شکر میکنم برای این تلویزیون ای خدا، برای مدیران این تلویزیون، برای برنامه گذاران این تلویزیون، برای وجود برده ازم کشیش حمید عزیز، خواهر نیلی عزیز و همچنین متعهدان از تو میطلبیم ای خداوند. مطابق وعده‌ات ای پدر جان عمل کن. تو وعده دادی که مملکت ما ایران رو ای خدا آزاد خواهی کرد. آزادی حقیقی که به توسط روح مقدس تو انجام میشه. اینکه از تو میطلبم در نام عیسی مسیح در این ایام باران محبت و فیض تو بیشتر از گذشته خدا جاری بشه بر مملکت ما ای خدا و دولتمندان ایران رو قلبهاشون رو لمس کنی که ای پدر جان متوجه اعمال و رفتار و گفتار خودشون بشن و هر آنچه که نیکوست رو عمل کنن. همچنین عزیزانی که در این مسیر ای خدا فرزندان خودشون رو از دست دادن، خواهر و برادرانشون رو از دست دادن، این تسلی و قوت تو باشه که آنها را تسلی میده و این تو باشه که عیسی مسیح مملکت ما رو به اون آزادی که لازمه یک حکومت، لازمه یک قوت، لازمه ی آنچرا که درست هست برای زندگی سالم به آنان عطا میکنی. خواهش میکنم برای جلال نامت این ایام، ایام پیروزی ملت ما باشه که ای خدای قدوس تو به آنان میدی و آنان را با فیض و رحمتت همان گونه که از کورش استفاده کردی امروز از روح مقدست استفاده کن برای رهایی مملکتمون از شرایط دیکتاتوری که درش ایجاد شده پدر جان. و قوت ما باش و خرد ما باش عیسی مسیح برای آنچه که درست هست در کنار سیاستمدارانی که ای خدا در قبال در مقابل مشکلات و مسائل جمهوری اسلامی ایستاده اند ای خدا عمل کنند و هر آنچه که نیکوس رو نیز ایجاد کنند. و چون همه اینها را در نام پرمحبت عیسی مسیح طلبیدیم با ایمان دریافت میکنیم. آمین. سپاسگزارم برادر گرامی کشیش رسول عزیز. یک بار دیگه خدمتون اعلام میکنیم که از این هفته برنامه های تلویزیون پارس رو میتونید روی هات برت تماشا بکنید. اتاق فرمان اگر لطف کنید اون فرکانس ها رو برامون بذارید. و همچنین کشیش رسول این یک شنبه در به جای اینکه در کلیسا جلسه داشته باشید در یک پارکی هستیم در کلبسس. تماس بگیرید با کلیسا، شماره تلفن هست کد 818 716 4 0 716 4 0. خیلی سراز تماس بگیرید که آدرس بگیرید، بیاید اونجا برای انجیل و یا دعا و یا فقط مشارکت با ایمانداران بگردین و صفا بکنید. جمعی از ایرانی ها هست. بله. و همچنین از هفته آینده روز پنجشنبه ساعت 6 تا 7 صبح خود کشیش رسول برنامه داشت، 6 تا 7 صبح به وقت لس آنجلس برنامه خواهند داشت در تلویزیون.